واکنش ها به لغو سخنرانی علی مطهری در شیراز که با خشونت نیروهای لباس شخصی برهم خورد همچنان ادامه دارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در راه فرودگاه شیراز به دانشگاه این شهر با حمله ده ها موتور سوار مواجه شد که با چوب و سنگ به خودروش حمله ور شده بودند. در نهایت برنامه سخنرانی آقای مطهری لغو شد و او به تهران بازگشت. وبسایت کلمه که اخبار منتقدان حکومت را پوشش می‌دهد، حمله کنندگان را عوامل وابسته به سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله معرفی کرده است. استاندار فارس روز گذشته وعده داد که گزارش حمله به علی مطهری را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کند. او گفت اجازه نخواهد داد که این اتفاقات در شیراز تکرار شود. آقای مطهری در واکنش به حمله به خود گفته است: به رئیس جمهوری محترم عرض می کنم فکری به حال استان فارس بکند و البته نتیجه بدبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است. اشاره ای به انتخاب عبدالرضا رحمانی فضلی از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به عنوان وزیر کشور در دولت آقای روحانی. این به هر حال هشداری برای دیگر نمایندگان مجلس می تونه باشه که آقای مطهری را در پیگیری این موضوع همراهی نکنن. و همینطور به هر حال در آستانه انتخابات مجلس سال آینده به هر حال این برهم زدن سخنرانی ها میتونه زمینه ای باشه که دیگر افراد مانند اصلاح طلبان و یا به هر حال کاندیداهای حامی دولت هم احساس بکنن که اگر بخوان در سخنرانی هاشون برای انتخابات مجلس موضوعاتی رو مطرح بکنن که به هر حال خلاف اون خط قرمز های موجود فعلی هست، طبیعتاً با اونها برخورد این چنینی خواهد شد. حمله به آقای مطهری با انتقاد گروهی از نمایندگان مجلس نیز روبرو شده است. احمد توکلی از نمایندگان سرشناس اصولگرای مجلس هم گفته این فرضیه محتمل است که مسئولان شیراز از ماجرای حمله به علی مطهری آگاه بودند. مصطفی کواکبیان نیز از استاندار فارس خواسته است که اگر از عهده نیروهای خود سر بر نمی آید از سمت خود استعفا دهد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم این حمله را به ناخشنودی برخی گروه ها از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مربوط دانسته است. به نظر من این کار عادلانه نیست. حصر بدون حکم قضایی این ظلمه. مواضع علی مطهری در انتقاد به حصر خانگی رهبران جنبش سبز و برخورد با معترضان پس از انتخابات سال 88 بارها مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. چندی پیش نیز نطق او در این ارتباط در مجلس با حمله مخالفان او به تریبون مجلس به تنش کشیده شد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.